به نام خدا و با عرض سلام به مهمترین و تازه ترین خبرها تا این ساعت از یک خوش آمدید. من احمد شاشکوهمند. مرکز زلزله نگاری آمریکا اعلام کرده که زمین لرزه‌ای با قدرت 4.4 ریشتر بخش‌هایی از ولایت بغلان را تکان داده است. این مرکز گزارش داده که این زمین لرزه ساعت 10:36 دقیقه قبل از ظهر به وقوع پیوسته است. بر اساس اطلاعات این مرکز، مرکز زلزله مناطق غربی بغلان بوده است. تا کنون اما از تلفات و خسارات این زمین لرزه جزئیاتی ارائه نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی از دیدار رهبر امارت اسلامی با والی و مسئولان اداره محلی غور خبر داده است. آقای مجاهد افزوده است که در این دیدار مسئولان چالش ها و مشکل های خود را با رهبر حکومت سرپرست در میان گذاشتند. در آگهی نامه‌ای که از سوی آقای مجاهد به نشر رسیده آمده که رهبر امارت اسلامی در سخنانش آنان را به استحکام نظام اسلامی، اجرای شریعت، آموزش و پرورش کودکان و دوری از اختلاف ها توصیه کرد. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر گفته که با ژان مارین شاو کاردار سفارت فرانسه در افغانستان دیدار کرده است. آقای شاهین نوشته که در این دیدار درباره مسائل تعقیبی نشست سوم دوحه، پروژه های جاگزین برای کشت کوکنار، بخش های خصوصی و بهداشت و مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی گفتگو شده است. وزارت معارف از 20 دانشجوی برتر آزمون کانکور امسال با دادن جوایز قدردانی کرد. سرپرست وزارت معارف در ستایش از این دانشجویان بر تحکیم نظام اسلامی تأکید ورزیده و گفته است که دشمن در حال توطئه است و نباید به تبلیغات آنان توجه شود. مسئولان کمیسیون عمومی شیعیان افغانستان میگوید که در جریان ماه محرم منصوبین امنیتی با کمک این کمیسیون از بیش از 40 رویداد در کشور جلوگیری کرده است. در همین حال مسئولان فرماندهی امنیه کابل می افزاید که دشمنان قصد داشتند تا امنیت در این ماه را برهم بزند اما ناکام مانده اند. معین وزارت صنعت و تجارت در دیدار با یک سرمایه گذار چینی در بخش تولید انرژی خورشیدی و تولید برق آفتابی بحث و گفتگو کرد. سرمایه گذار چینی گفته است که کشورش خواهان تأسیس کارخانه تولید انرژی خورشیدی و نصب آن با سرمایه 40 میلیون دلار و فراهمسازی زمینه کار برای هزاران تن در افغانستان شده است. و در مهمترین های از جهان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اشاره به تصمیم آمریکا برای استقرار موشک های دوربر در آلمان، ایالات متحده را متهم کرد که در پی دامن زدن به بحران موشک میان مسکو و واشنگتن و زمین ساز آغاز جنگ سرد است. رسانه های جهانی گزارش داده اند که آقای پوتین به ایالات متحده هشدار داده و گفته است که روسیه در این صورت تولید سلاح های هسته‌ای میان برد و موشک های مشابه در فاصله نزدیک به غرب را مستقر خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه در سخنرانیش در سنت پترزبورگ افزود موشک های آمریکایی ممکن است در آینده به کلاهک هسته‌ای مجهز شوند و فاصله زمانی شلیک آنها تا برخورد به اهدافی در خاک روسیه 10 دقیقه خواهد بود. این بود مهمترین و تازه ترین خبرها تا این ساعت از یک. از توجه و همراهی شما سپاسگزار هستیم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.